شدیداً موافقم. این افراد که ماها باشیم اهالی هنر، این مسئولیتی برای حفظ و حراست از این چارچوب داریم، ولی با توجه به اتفاقاتی که داره میفته، این پیشرفت‌های عجیب، این ریتم تند جامعه که اشاره کردم، من توی کتاب خودمم یه جاش این اشاره رو میکنم. اگر عده‌ای که اشراف کامل به چارچوب موسیقی دستگاهیمون دارن نشینن و این موسیقی دستگاهی ما رو اولا باید از یک فیلتری گذرون، تکرارهای بی موردش رو حذف کنن، چون من تو اون اشاره کردم و مثالم زدم که تکرارهای مکرر و رفتن از یک نقطه به یک نقطه دیگر و بازگشت دوباره با یک تغییر اندک دوباره همین مسیر رو طی کردن، یعنی این لحنا پشت سر هم میاد بدون اینکه حرفی برای گفتن داشته باشه، این از این ور مغایر با این ریتم تند جامعه. بعضیا حراس دارن، فکر میکنن که دست به ترکیبش زده بشه اصلا خراب میشه. من نوآوری نمی‌بینم، بلکه یه سری هم که میان دست به این کار بزنن مسئله آزمون و خطا است. یه چیزایی به ذهنشون میرسه. من نوآوری نه اینکه نبینم، هیچی نیست، صفر، ولی هر اتفاقی باید زمینش باشه و فضاش باشه و یک میدان وسیع پیدا بکنه که طرف اگر به ذهنش هم یه چیزی میرسه، تازه این امکاناتی میخواد، این امکانات رو باید در اختیارش گذاشته بشه. حالا هر مسئولی داره، نمیدونم، در ممالک دیگر میبینیم خب بعضی از سازمانها یا بخش خصوصیه یا بخش دولتی است، اینا هر کدوم مسئول هستن. اگر بدونن شما یه پروژه‌ای دارید برای کار و یک فکر تازه‌ای دارید، یک نوآوری دارید تو این زمینه براشون جالب باشه، شما رو کمک میکنه. ما اینجا این زمینه ها رو نداریم، نه کسی کمک میشه نه چیزی، و اصولا توجهی نمیشه به این ماجرا و اصلا مثل این که نیازی دیده نمیشه به این ماجرا که نوآوری کسی هم اگر میکنه در اندرون خودشو در خلوت خودشه، آیا به جایی میرسه، شکل و شمایلی میگیره؟ حداقل من نمیخوام بگم این قضیه صفر، هیچ چیز انجام نشده، شاید من ندیدم. نوآوری و شکل و شمایل ساز و ترکیب ساز و اینا خب یک کارایی شده است، ولی من این نگاه رو دارم، وقتی سازهای کنونی ما که سالهاست جا افتاده هنوز با مشکلات عدیدهی
روبروست و یا فکر نشده یا سراغش نرفتیم و نرفتیم که این مشکلات این سازها رو حل کنیم، چطور میخواییم یه ساز دیگری رو ابداع بکنیم؟ و تازه وقتی به اون سازی که ابداع شده است و حتی روی صحنه هم برده شده است نگاه میکنیم، مثلا یک سازی که میخواد برای ما فضای بیس رو، باس رو ایجاد بکنه، صدای بم بده، زیر ساخت ارکستر رو بده، وقتی نگاه میکنیم به حاصل صدایش نگاه میکنیم میبینیم این کار که نمیکنه هیچی، مزاحم هم هست به نظر من، فقط خوش شکل و شمایل خیلی زیبایی داره، یه قیافه پیدا کرده، ممکنه باعث تعجبم بشه و به به حال ببینیم چی هست. اخیرا در همین ارکستر شهر من به جای اینکه تکیه بکنم به قیچک باس، شکل اولیش هم یادشون به خیر آقای بنبری در کارگاه وزارت فرهنگ و هنر کرده بودن، خب قیچک باس هم که میدونید یه تیکه پوست داره، خب اولا انبوه سازی نشده، دوم کم میسازن، سوم گرون میسازن، چهارم نوازنده شو حتی نداریم که بره سراغ این. در نتیجه من وقتی میگم ساز ویولونسل این امتحان رو پس داده طی 150 سال و 200 سال و بهترین نه سازی است که هم به عنوان تک نواز میشه ازش استفاده کرد، هم از این و توی کارهای گروهی خودشو نشون داده، من چه اصراری باید داشته باشم در استفاده از قیچک باس؟ این داره ساز ویولونسل داره بهترین جواب من میده. اینه که من زیاد موافق نیستم، گویا که در چارچوب سنتور سنتوری رو پیش بینی کردن که بتونه در آن واحد هی بتونه مادلیشن بکنه، تغییر مبنا بده، از یه جایی به یه جایی بره، لازم نباشه یه کوکش عوض شه. میدونی سنتور موزل کوک داشته دیگه تا به حال. اخیراً این اتفاق افتاده، من توی همین سیستم‌های مجازی و حرفات تصویرش رو دیدم، صداش هم شنیدم و توصیه کردم که حتما بعد از این ایام تعطیل بریم و دو نفر که هستن که رابط این کار هستن میفروشن یا چیزه، بریم ببینیم برای ارکستر شهر. ما توی ارکستر شهر نوازنده سنتور مجبور با خودش سه تا سنتور برداره بیاره که ما بتونیم یه رپرتواری رو، مجموعه رو رو صحنه ببریم. خب این موزل وحشتناکی است. از دید من هم مفیدن هم مضر. مضر از این زاویه که نگاه میکنیم میبینیم که این جذب کردن جوانها با این چیزهای مختلفی که دسترسی که این پیدا میکنه به این نوع موسیقی های مختلف میتونه این آدم رو روش اثر منفی و بدآموزی هایی هم داره دیگه. از اون بر مثبته، بر این که در اختیار این آدم خب یه سری از اون بر اطلاعات درست هم میگذاره و اینکه شما رو وصل میکنه به اتفاقاتی که لحظه‌ای داره در دنیا اتفاق میفته، خب این جنبه های مثبتشه. جوون بدونه که در حال حاضر باید اولا چطور بیاندیشه، دنیا داره به چی فکر میکنه، حداقل جوون متفکر امروزی، نه جوون دیگه به هر روی بی خیال و خالی از اندیشه و تفکر. چیزی که میتونه یک پل ارتباطی خیلی خوب بین این دو فضا بزنه تکنیک فرده، از یک طرف اشراف واقعی به اصل و اون ریشه، از این بر آشنایی با این ابزار، ابزار مدرن، و حالا میشود بین این دوتا یک آشتی کنونی را انداخت که باز برمیگرده به اون که
جوون ما منتظر یک همچین چیزیه که با این بیاد جلو بگه من از این طریق آشنا شدم با موسیقی سنتی مون. اگر ساز میزنه تو سازش منعکس بشه، ضمن اینکه ریشه ای داره الهام میگیره از اون سنتی، یک جنبه های دیگه خلق داره میکنه، حداقل ملهم از فضای موسیقی باشه، طبیعتا اثر خودشون.